درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی کانال افغان هلتن بیوتی. شما را در کانال افغان هلتن بیوتی خوش آمدید میگم. ما بازم در خدمت شما دوست عزیز قرار دارم. قد از اینکه دیگه 10 دقیقه وقتی گران بهای شما دوست عزیز را بگیرم، در این 10 دقیقه ما کوشش می‌کنم که اطلاعات مفیدی که درباره درد تخت پشت و گردن و کمر جمع آوری کردم در خدمت شما دوست عزیز قرار بدم. وقتی ما درباره درد کمر و درد پشت اطلاعات جمع میکردم، متوجه شدم که این بخش خیلی بخش بزرگ است و من نمیتونم در یک ویدیو یا دقیقه تمام از این اطلاعات را در خدمت دوستا قرار بدم. از این بعد تصمیم گرفتم که این بخش را در دو ویدیو یا دقیقه یا در سه ویدیو یا دقیقه در خدمت شما دوستا عزیز قرار بدم تا همه بخش و انواع درد کمر و درد گردن و درد تخت پشت هم در ویدیوها باشد، اما ویدیوهای ما از دقیقه زیادتر نباشد تا شما دوستا عزیز دقیق نشید. خب پس با ما باشید تا ما کوششون در 10 دقیقه اول هر چقدر اطلاعات مفید بیتونم در خدمت شما دوستان عزیز قرار بدم. امیدوارم از این 10 دقیقه بور نشید و تا آخر برنامه با ما باشید. پشت دردی و کمر دردی مشکلاتی هستند که اکثر مردم چی زن و مرد در زندگیشان حداقل برای یک بار مشاهده میکنند. صدمه خوردن استخوان پشت در وقت انجام کارهای فیزیکی مانند برداشتن کدام وزن سنگین می تواند اتفاق بیفتد و یا هم کدام مشکلات صحی دیگر باعث درد پشت شود و یا هم فشار وارد شدن بر عضلات و رگهای اعصاب که در دور ستون فقرات موقع دارند باعث درد پشت شود. تخته پشت انسان دارای 24 استخوان کوچک به نام مهره که در انگلیسی ورتبرا یاد می شوند می باشند. این مهره ها در داخلشان مانند یک تونل سوراخ هستند که جمعاً باعث می شوند تا یک تونل محفوظ در بینشان داشته باشند که اسپاینال کورد در این تونل قرار گرفته است. اسپاینال کورد که در بین ستون فقرات موقعیت دارند رگهای اعصاب را از مغز به تمام نقاط بدن می رساند. در فاصله بین هر دو تا از این استخوان های کوچک که به نام انگلیسی به نام ورتبرا هست یک ژل نرم وجود دارد که به نام دیسک یاد می شوند و این دیسک ها باعث می شود که انسان بتواند پشت خود را خم و پایین و بالا کنند. هر کدام از این ورتبرا مهره ها با وصل کننده های کوچک به نام لیگامنتس به دیسک های دوربرش وصل هستند. وصل کننده های کوچک دیگر به نام تندنز هستند که هر کدام ورتبرا را به عضلات وصل کرده اند. تخته پشت به سه بخش تقسیم شده است و درد پشت می تواند در یکی از این جاها اتفاق بیفتد و یا هم همزمان تمام این جاها را فرا گیرند. بخش اول بخش بالایی پشت که در انگلیسی به نام اپر بک و یا سرویکال ورتبرا یاد می شود که علاقه دور و گردن و بالای تخته پشت انسان می باشد. بخش دومش بخش میانه که در انگلیسی به نام میدل بک و یا تراشیک ورتبرا یاد می شود که مناطق قفسه سینه را تشکیل می دهد و بخش پایینی که در انگلیسی به نام لور بک و یا هم لومبر ورتبرا یاد می شود. این بخش زیادتر در معرض صدمه خوردن قرار دارد و در بین مردم ما این بخش از پشت را به نام کمر یاد می کنند و درد این بخش از پشت را به نام درد کمر نیز یاد می کنند. در این ویدیو ما از سرویکال ورتبرا یعنی اپر بک که در فارسی علاقه دار گردن هم نشوند شروع میکنیم و همینطوری ادامه داده در ویدیوهای بعدی درباره میدل بک و لور بک که مربوط به قفس سینه و کمر میشود اطلاعات خواهیم داد. درد گردن از اکثر اوقات زیاد دوام نمی آورد و در ظرف چند هفته خوب می شود. اگر کدام صدمه شدید در گردن دیده باشید و دردش قابل تحمل نباشد و یا هم دیر دوام باشد بهتر است به دیدن دکتر بروید. اکثر اوقات با درد گردن سردرد هم می شویم و برای همین درد گردن می تواند باعث مشکلات در زندگی روزمره شود. خب چه چیزها باعث درد گردن می شوند؟ یک صدمه وارد شدن در وقت رانندگی یا فعالیت فیزیکی مثلا ویپلاش. دو فشار وارد شدن در بخشی از گردن در خواب به خاطر قرار دادن گردن در حالت نامناسب. سه نشستن در حالتی که باعث شود گردن را در حالت نامناسب برای مدت طولانی قرار دهد مثلا نشستن در روی میز کار و یا میز مطالعه برای مدت طولانی. چهار قرار گرفتن رگ اعصاب در لایه استخوان یا عضله که باعث وارد شدن فشار بر رگ اعصاب شود. این در انگلیسی هم به نام پینچ نرو میگوید. خب حالا ویپلاش چیست؟
ویپلاش دردی هست که معمولا در حادثه ترافیکی و یا هم در حادثه فعالیت فیزیکی اتفاق می افتد. وقتی به بدن انسان ضربه یا حرکتی وارد شود که گردن ناگهان و سری با سرعت از سمتی به سمت دیگر تکان بخورد، این باعث می شود که در یکی از عضلات، مهره های گردن، رباط های به نام لیگامنتس و تندنس و یا هم رگ های اعصاب سر و گردن صدمه وارد شود. ویپلاش می تواند از زمان حادثه شروع شود و یا هم یک چند روز بعد از حادثه کم کم مشاهده شود و علایم ویپلاش درد گردن، سردردی، احساس گیجی، درد شانه ها، شدت یافتن درد در وقت تکان دادن گردن، احساس کرختی یا بی‌حسی در بازوها و غیره می باشند. ویپلاش معمولا در مدتی چند هفته خوب می شوند، اما بعضی اوقات می تواند ماه ها و یا سال ها هم طول بکشد. معمولا برای تداوی ویپلاش از دوای مسکن مانند پاراسیتامول و ایبوپروفین برای تسکین درد استفاده می کند و همچنان توسط ورزش ها و نرمش های مخصوص گردن درد گردن را و ویپلاش را معالجه می کند. اگر درد شدید باشند و مراجعه دکتر نیاز هست. دوست عزیز و گرامی، ویپلاش طور اتفاق بفته که وقتی که منصر رانندگی هستیم خلاصه متوجه نیستیم که کدام کس از بغل یا از پشت سر یا از پشت ریب ما مرتض مصدمه وارد نه، متوجه نیستیم و گردن مخواهم کسی در کنترل کسی نداریم. همزمان کسی پشت سر برای به مرتض مصدمه وارد شد، ما یک دفعه نرقمی میشیم و امید گردن از ما. حالا فعلا من این کاری کردم، در کنترل خودم بود، بخاطر از اون قدر که صدمان چون بدنم خودم پیش پیش حتم زنده که من این کار میکنم. اگر وقتی که بخبر باشی کدام چیز باعث شود که یک دفعه سر ترقمی و رقمی شود و وقت قصد کنترل از خودت نیست، اونو کس باعث میشه احتمال داره برای انسان فلاش اتفاق. یا کدام جایی متر روان هستی هیچ تکار از خود که مشغول هستی، کدام کس می یا با کدام سر ضربه در پاس سر تو وارد نک دفعه گردن کنی رقمی میشه، یا از پیش روی میزنه گردن یا از بغل میزنه، خلاص هزار طرف صد موارد شد یک دفعه مثلا گردن دیر خمیر خمیر میشه و صد نه وارد نه، یا کدام جای سالسی کدام کس فوتبال شد منم میزنه در گرد سر سر تک دفعه گیر خمیر نمیشه، اینا همهش میتونه باعثی ویپلاش شوه. دوستای عزیز و گرامی، وقتی که بدن از ما درد مونه اولین چیزی که در ذهن از ما میاد مستقیم میگه باید پیش دکتر پس بریم، اما باید متوجه باشیم که تمام چیز که سر مستقیم در از نظر دکتر باید مستقیم دوا را تو تزریق کنه، که تا هر کدام از دواها را که ما استفاده کنیم میتونه 1000 سایر افکت داشته باشه. خب با در کشور افغانستان و پاکستان بعضی دکترها که دستشان را مزرای دور میبوسه و خندکارای خوب هستن برای مردم دوای خوب میدن، اما بعض دکترها هستن تجارت مونه. خلاصه کلام وقتی که تو یک کمک بگی ما گردن دن پیش دکتر که بودی 2000 پوند برایت نسخه دوا می نویسه، ازیر قم دوا، ازیر قم دوا، از هر قم دوا می نویسه، خود مگه خدا مهربان شاید یک دنیم دوا ها کسته کار کنه. خلاصه و دوا ها را که شما مورین استفاده بین، اولین ضربه ای که برای شما میزنه چی است که تمام پیسه ای که شما درید پیسه خطا اول دکتر مورین، یک دومین ضربه ای چی است که هر دنیز دوا را که شما نیاز ندارین استفاده مورین، نی دوا ها کلیگیش کسته ساید افکت کس داره، خسارت داره، ضرر جانبی داره که پسناک است، در زندگی خودم صدمه میبینه و مشکلات صحی دیگر کسته میتونه پیدا کنه. وقتی که خلاصه در ما که در انگلیس نگیم، در کشور انگلیس که وقتی که موریم در مثلا از درد گردن یا از درد کمر یا کدام چیزی که مربوط به استخوان هست پیش دکتر کست موریم، دکتر مگه که شما گلی پینکیلر مسکن بخورین، اگر دردش تحمل نمیتنین گلی مسکن بخورین که درد حس نکنین، تنها راهی ازی چی هست که شما ورزش کنین. خلاصه ای کلام اگر ورزش کنین، مثلا فکر کن در گردن انسان یا استرین است یا سپرین است، خلاصه یا کدام نرف در داخل مهره های گردن یا در داخل عضله یا کدام جای کس تراپ شده که سرشنی تر فشار میره و که فشار میره و تمام همی گرد گردن و بازو و سر آدم کلیش درد مونه. وقتی که شما برو نرمیش اکسرسایز کس انجام بدین، او آیسته آیسته باعث بشه که از او زیر از او چیز خود خود بکشه، وقتی کشید دیگه درد حل میشه. اما اگر اکسرسایز نکنین در روز تا روز گلی پاراستامول خود رو بسترخم پیشکاری پاراستامول و زدی میکروب دین و هیچ فرقش نمیکنه و اصلا مشکل حل نه، فقط شما رو برای چند لحظه کسته نم منه. خب من خواستم در ویدیو یک دو نوازی ورزشی که برای گردن است به خدمت شما دوستا عزیز که
برای پیش من انجام بدم، که اگر ما خبر هستم که اکثرش مدرسه خبر هستن، اما اگر سمو 3-4-5 نفری 10 نفری که خبر نیسته از ویر خبر شنه، خب بالاخره مفید میشه دیگه، برای از مفید قرار میگیره دیگه. خب اولین چیزش، اولین دو قسم اکسس، اولیش که اصلا رخمی دست خود دستاری زانوی خرخمی میگیری، پشت تخته پشت خرمی تر مستقیم مرخمی کست بالا نگه میداری و گردن خورا سن یک طرف کسا چرخ میدی و برای 5 ثانیه خول مونی و بعد در حالت خواهد قدمیش کسا برمیدی، مثلا این نقمی. این دفعه به طرف دیگر اکسرسایز بعدیش چی است؟ که گردن خورا همونطور پشت خورا مستقیم همونطور یک لا گرفته، که گردن خورا سن طرف دیگر گوش خورا تا پایین میری، یعنی کمی چیز نی باز یک دست دیگر بازوی خورا را کم داری تا سر پایین پایین کسی فشار میدی تا کدام اینجا کش را حس میدم برای گردن خورا 5 ثانیه رو فرزو دقیق هم در طرف دیگه سر شانه خیلی همین کسی میگیری گذار خود کنی برکس کشمون دشاری خم سر طرف پایین کشمون خب ویدیو قسم اکسرسایز هست که ما از وبسایت وزارت بهداشت انگلیس کستا گرفتم و خبر هستم که اکسرسایز کستا معتبر است. شما دوست عزیز این اکسرسایز را اگر گردن و بدنشون درد کده کن انجام بدید، تقریبا هر دن نظر میتونین در روزی مثلا 10 دفعه 5 دفعه تمرین کن، دوباره ادامت ده بورید انشالله را با امید خدا اگر کدام درد گردن داشته باشین بزودی تداوی میشه و خوب میشید دیگه. خب ما در آخر برنامه رسیدیم، از شما دوستای عزیز یک جهان تشکر میکنم که در این دقیقه با هم همراه ما بودید و ما کوشش کردم که هر چقدر اطلاعاتی مفید در این دقیقه در خدمت شما دوستای عزیز قرار بدم و همونطوری که گفتم بخش دیگه در هفته بعدی در خدمت شما دوستای عزیز قرار بدم و تشکر یک جهان که اینجا با همراه ما بودید. از این به بعد شما رو به خداوند یکتا می سپارم تا هفته بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.